بند همبستگی سنجوی لومان در واقع بند همبستگی مردم افغانستان است. به نام یاد خدای مهربان، سلام و درود خدمت یک و یک شما بینندگان محترم، دوستای عزیز، وقت همه شما عزیزان بخیر، آرزومندم همگی صحتمند باشین. دوستای محترم، امروز دوشنبه تاریخ 13 می 2024 میلادی برابر با 24 ثور 1403 هجری خورشیدی آمدیم سر بند همبستگی سنجوی لومان و گزارش داریم از جریان و پیشرفت کار بند همبستگی سنجوی خدمت شما عزیزان. دوست محترم، امروز سنگکاری در دو دهنه، دهنه وسطی و همچنان در دهنه اولی طرف جنوب ادامه داره و همچنان کار آرماتوربندی یا سیخبندی در دیوار بروشی پیشرو ادامه داره و کار انگافکاری در دهنه طرف جنوب در دهنه دومی ادامه داره که حال موریم از جریان کار خدمت شما دوستا گزارش میگریم. امیدواریم که گزارش مفید واقع شنه و شما را بتونیم به صورت بهتر و خوبتر در جریان پیشرفت کاری بند همبستگی سنجوی قرار بدیم. دوستا حال موریم در نزدیک از جزئیات کار خدمت شما دوستا گزارش میگریم. دوستای محترمی، دیوار بروشی پیشروی بنده که شما در تصویر مشاهده نین، امروز آتی محمد علی همراه استا علیزاده با کارگرای خو مصروف بستگدون کمرکش در ردیف اولی طرف داخلی کاسه بند که کار بستگدون سیخبندی را ادامه میده. در ردیف اولی طرف داخلی کاسه بند کمرکش بستنه تا کارای سیخبندی پیشرفت کنه و پیش از پیش آمادش نه آماده سنگکاریش نه. دوستای محترمی، دیوار استنادی اولی طرف شمال، دیواری که چسبیده در دهنه سرزه یا دهنه وسطی، در این دیوار امروز آقای رحیمی آتیم صفا مصروف سیخبندی که کمرکش بستنه در ارتفاع 2 متری. در ارتفاع 2 متری کار سیخبندی رسیده و کمرکش بسنه در دیوار تا که آماده کار شنه و همچنان این دهنه وسطیه که ارتفاع سنگکاری به بالای 1 متر رسیده، تقریبا 1 ردیف دیگه که دبلیزی کار شنه ارتفاع سنگکاری به 2 متری میرسه، همسط با دیوار اولی طرف جنوب میشه. کار سنگکاری فعلا در قسمت نمای دیوار و همچنان پرکاری پشت سر نما ادامه داره. دهنه وسطی دوستا بر سنگکاری تقریبا 4 متر میرسه که از 4 متر ازی به اندازه 1 متر ازی به مو ارتفاع نهایی رسیده. 1 ردیف که دبلیزی کار شما باز ارتفاع سنگکاری در دهنه وسط به 2 متری میرسه که به مو اندازه 2 متر کار سنگکاری پیش موره. خیلیم دوستان، نمای سنگکاری دهنه وسط ها که این به کیفیت کار سنگکاری در نمای دهنه وسطی انجام داشته و پیش رفت. و دوستا آمدیم در دهنه اولی طرف جنوب که کار سنگکاری در اینجا می دامد را تعداد از کارگرها استاد نظیف و آقای رحیمی در اینجا مصروف کار تقریبا از لحاظ حجمی نصف از دیوار کار سنگکاریش به ارتفاع 2 متر تخت شده و قسمت نمایشی دیگه کاملا اندازه 2 متر کار سنگکاریش پیش رفته. فعلا پرکاری
در این دهنه جریان داره و کارسنگکاری نزدیکی دیوار بروشی پیش روی ادامه داره. انجینر صاحب خالق نجیر، بسیار خوش آمدید سری بند همبستگی سنگجوی لومو. شما رو خوش آمدید بگیم. بعد از مدت ها آمدین امروز از بند همبستگی سنگجوی لومون دیدن کدین. چطور نظر شما در مورد کیفیت کار چطور؟ کارا به نظر شما چگونه پیش مره؟ سلام خدمت تمام دوستا و بیننده هموطنا و خیرین که ما را میشه تماشا کننده است در ساحات مختلف، در جاهای مختلف و در پروژه های مختلف. ما سال 1402 البته یک بار بعد از نوروز آمده بودیم. خب کارا جریان نداشت به علت بارندگی های متواتر دیگه. بسیار وقتا کارا در هر جای متوقف بوده و در بند همبستگی سنگجوی لومان هم همچنان شما میبینید که کار در اینجا فعلا جریان داره. البته این کار تقریبا شاید از 10-15 روز به این طرف شروع شده باشد. فعلا کار خوب پیش میره، کارگران در حال مصروف کار هستند و فقط گپ ایست که نمی سنگکاری که به ارتفاع 2 متر کار میشه، اگر ما بتونیم 1 متر ای رو کار کنیم البته در صورت امکان بهتر خواهد بودم، چون مسالهی که در بالا قرار میگره ممکن است باعث شکستگی مساله پایین شود، چون تانوز خود نگرفتن. خب از این طرف دیگه که چون سنگ خشک است شاید در کار نشوه و تلاش کنم که زیاد زوربار نشوه تا همون مساله ما اینجا خراب نشوه. و بازم کار این سال بخیر تصمیمی است که تا ختم سال اگر خیرین کمک کنه و همچنان کسای وطندارا ما رو کمک کنه، انشالله تا 30 متر خواهد رسید و سال آینده بند همبستگی سنگجوی لومان ما شاید شاهد یک آب خوب و فراوان در اینجا خواهد بودیم. برای تمام دوستا و بیننده‌های خود ایر بگویم که بند همبستگی سنگجوی لومان در واقع بند همبستگی مردم افغانستان است. امروز تمام مردم افغانستان واقعا به خود میباله که توسط همت مردم، توسط کمک های عزیزای ما در بیرون، توسط کمک های مردم اهالی یک پروژه بسیار کلان که از در واقع تانوز دولت افغانستان یا دولت های قبل همیت پروژه را خودشان نتانسته که پیش ببره دیگه توسط مردم امروز پیش برده میشه. یک کار بسیار نیک و کار بسیار بزرگ است
ما امیدواریم که همین فرهنگ سازندگی و فرهنگ تغییر یا فرهنگ رشد باید در هر نقاط افغانستان پیش گرفته شود. مردم ما دیگه بیکار نشینن، همگی به قدر توان خود تلاش کنه که آب خود مهار کنه، یک منطقه خود سرسبز کنه، کوشش کنه که یک زمینه زندگی بهتر را برای خود پیدا کنه، تا به خیر ما همیشه دست ما پیش دیگرها و بیگانه دراز باشد و خود ما بیکار شده باشیم. یعنی می رقم کار میشه که خود ما بکنیم. خیر است 40 متر نه 30 متر، 30 متر نه 20 متر، 20 متر نه 15 متر، 15 متر نه 10 متر را میشه که آدم کار بکنه، آب در هر گوشه مهار بکنه. در واقع زیای آب زیای سرمایه است، از زیای شدن از این سرمایه به توان مردم است. ما تا بکی را اگر بعضی موادهایی که در بازار پیدا میشه از خارج میاریم، آب خود آورده نمیشه، ولی آب بسیار فراوان داریم. شما ببینید امسال چقدر آب جاری است. ای کاش ما بتانیم که یک ماه آبی که فعلا ضایع میشه در هر نقاط، در هر شله، در هر قل این را ذخیره بکنیم، دیگه حتما تاثیرات مثبت خود برای چاه و چشمه و آبهای زیرزمینی میمانه، دیگه حتما مردم از این استفاده خوب خواهد بودن. فقط تلاش بری باشد که هموطنهای ما باید بیاید که خود ما همت کنیم، خود ما کوشش کنیم که کار و ابتکار به دست خود بگیریم. دیگه انشالله و تعالی ما امیدوارم که در آینده ما بتانیم که از این بدبختی های متواتر و بدبختی هایی که در این وطن دامنگیر مردم همیشه بوده و این مردم همیشه آواره و بیچاره پشت یک لغمانان گشته، تا او زمینه کار و زمینه زندگی بهتر و یک زمینه تغییر در اقلیم و در جغرافیش به وجود بیاید. البته این بیشتر بسیار به صورت ساده فقط از نیروی انسانی استفاده کنیم. ما در منطقه خود این 4-5 ماست که از نیروی انسانی استفاده میکنیم، امکانات نداریم، ولی مردم را تانستیم که انگیزش را طرف کار معطوف کنیم که مردم در روزهای زمستان، در روزهای ماه مبارک رمضان هر روز آمدن سنگ لول دادن تا ما دره را بلند کنیم و او از او پیش از او یک بند خوبتر را در آینده بسازیم. گپ نداره اگر 5 سال شد 10 سال شد مردم همین تعهد کردن که باید کار خود پیش ببره. تشکر، سلامت باشید. تشکر این دوست. دوستای محترم، آمدیم در قسمت نمای دیواری بند که کاری انگافکاری هم در قسمت نمای سنگکاری دهنه دومی طرف جنوب بیرامد را که پچه اولی کاری انگافکاریش تکمیل شده و در پچه دومی کاری انگافکاری در قسمت وسط دیوار رسیده که استاد طایر مصروف انگافکاری همراه کارگر خود این قسمت مصروف کاره. دوستای عزیز، این قسمت نمای سنگکاری پچه دومی دهنه دومی طرف جنوبه که امروز کاری انگافکاریشی انجام دادشته و پیش رفته و فعلا هم در اینجا کار ادامه داره. دوستای طایر، خسته نباشی، خوبی؟ جان تجاره؟ الحمدلله. همراه کاربار چطوری؟ خوبی؟ خدا رو شکر که خوبی. جغل بکن،
دوستای محترم بینندگان عزیز، این بود گزارش امروزی از مو از جریان کار بند همبستگی که تقدیم شما عزیزان شد. تا گزارش بعدی و برنامه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خدا نگهدار.